چرنوبیل در اوکراین. تعدادی انگشت شمار از کارگران بر این شیب فولادی مشغول کارند. تا کنون چیزی با ابعاد این سازه غول‌پیکر ساخته نشده. این عظیم‌ترین شیء قابل جابجایی است که بر روی زمین ساخته شده. این کمان پهناور قرار است سپری مجهز مقابل راکتوری بسیار خطرناک باشد، سرپوشی برای آن شود و مهارش کند. حدود 30 سال پیش بود که انفجار راکتور شماره 4 بدترین و مخربترین حادثه اتمی جهان را رقم زد. پس از تمام این سالها هنوز مواد رادیواکتیو در آن باقی مانده. در زمان حادثه کمتر از 5% مواد رادیواکتیو آزاد شد و همان بخشای وسیعی از اروپا را آلوده کرد. هنوز 95% مواد رادیواکتیو اینجا و داخل راکتوره. این پروژه بین المللی قرار است 2 سال دیگر تمام شود. این انیمیشن نشان می‌دهد که چطور با طراحی منحصر به فرد به کمک ریل حرکت می‌کند و سقفی برای ساختمان راکتور می‌شود. راکتور آسیب دیده تنها چند صد متر با اینجا فاصله داره، اما دیوار جدید تشعشع رو کنترل می‌کنه و این امکان رو میده که بشه اینجا با خیال راحت کار کرد. کارهای این ساخت و ساز عظیم رو پیش برد و در نهایت حداقل برای 1 قرن به طور کامل روی اون رو پوشوند. پشت دیوار محافظ نگرانی بزرگ از میزان مقاومت ساختمان راکتور است. ساختمانی که طی سالها کهنه شده و برف و باران آن را فرسوده کرده. در شهری نزدیک محلی هایی را دیدیم که در زمان بحران فرار کرده بودند. تمام ساختمون ممکن بود یه دفعه بیاد پایین. اتفاقی ناگهانی که هر زمانی ممکن بود بیفته. شکاف ها و ترک ها بیشتر می شدن. این سازه جدید ایده خوبیه. یادگارهایی از دورانی تلخ که هزاران نفر مجبور به ترک اینجا شدند. چرا که ایراد یک راکتور ناشیان مدیریت شد. برای آن دیگر نمی توان کاری کرد. اما سازه غول‌پیکر می تواند اینجا را امن‌تر کند. David Truckman, BBC News, Chernobyl.